دوستان، بزرگواران، اساتید گرام، نوبت به حقی رسید. من همی فهمم که فرمان استاد اطاعت بکنم یا خواست جناب آقای هارون لاون. مفتخر هستم که امروز در حضور شما عزیزان امشب، تخصصا در حضور حضرت استاد عزیز جناب آقای شادکام که از کوثر زلال عاشقانه ایشان بهره ها بردیم و اگر عیسای ادب هم میشد درست است که پس میکنی به حضور شما استاد رحم بکنیم. نوروز و جشن گل سرخ به همه شما عزیزان و میهمانان گرامی مبارک باد. غزل اولی رو تقدیم حضور شما میکنم. اگر علاقمند بودین و هارون جان فریادش نادیده گرفتین دومی رو میخوانم در غیر زونه. به یاد نوروزی که در سرزمین عشق و عرفان جشن گل سرخ همراه دارد و ما مفتخریم که پرورده دامان سرزمینی هستیم که جام گلهایشان سرخام و عطرشان دلانگیز است. آراز چو حق چهره دلارای گل سرخ، آراز چو حق چهره دلارای گل سرخ، شد هدیه نوروز با مولانا گل سرخ. از فیض نوازشگر دلها به بهاران، آتش فوران کرد از لبها گل سرخ. هر تشنه جگر تازه کند جام و دل خویش، از جام پر از آتش صحرا گل سرخ. ای شوخ پری چهره دم سوی چمن شو، ای شوخ پری چهره دمی سوی چمن شو، گسترده فلک مخمل زیبای گل سرخ. خنیاگری باد صبا شور برافروخت در نای دل بلبل شیدای گل سرخ. شمس رخت ای سرو چمان باز گشاید آیینه اسرار و معما گل سرخ. آنجا که سحاب از در رحمت گوهر آرد، در رقص شود قامت رعنا گل سرخ. ای کبک خرامان عدن جلوه‌گری کن، ای کبک خرامان عدن جلوه‌گری کن، شرمنده شود آن قد و بالا گل سرخ. گلبرگ لبان تو دلانگیز ترین است، گلبرگ لبان تو دلانگیز ترین است، در بزم بهاران و مصفای گل سرخ. نقاش ازل مشک مسیحای تنت را آمیخت و اصرار و تمنای گل سرخ. با زمزمه چرچله ها مرغ دل من، با زمزمه چرچله ها مرغ دل من، خواند خواند غزل عشق به غوغای گل سرخ.